بالجوون مرکز تاریخ و تمدن گذشتگان قلعه میر بالجوون نشان از بایگری تاریخی و آثار از رفتگان مرکز نوحیت تا حد آرام است که با قول در کوچه هایش پشه پر نمزند یک شهرک زیبای آرام که کس را به دنیای آرامی میبرد اولین چیزی که برابر در آمدن به بالجوون ما رو مفتون کرد این یک جا سرجم شدن گروه اسب سواران در یک دشت کشادی بر هوای بالجوون در درآمدگاه مرکز نوحیه بود انتظار نشدیم و راست به سوی آنها رفتیم این اسبازان بالجوونی بعد مرحله از جو برآوردن اسبها و اینجا برای مراسم اسب خنک‌کنی میآیند و میان خود به همین بهانه مسابقه پایگاه تشکیل میدادند میگویند در همه مسابقه های اسب دوانی نماینده های نوحیه بالجوون فعالند زیرا نیست خانه ای که اسب نداشته باشد دوستان عزیز چگونه که میبینید در همین خیلی میدان های کلان مردم بالجوون که خیلی اسباز هستند خیلی اسب دوستدار هستند جمع شده میان خود پایگاه میان اسب ها تشکیل میکنند و اکنون امروز میبینیم که از همین مردمی که از هر دهه های مختلف این نوحیه به اینجا جمع شده با مراسم پایگاه آمادگی میبینند اسب کدامشان از همه بهتر است خوب رفتیم ما در یک از نوحیه های کم اهالی ترین تاجیکستان قرار داریم تصور کنید که در مرکز نوحیه بالجوون همگی 7000 نفر زندگی میکند و شماره عمومی اهالی نوحیه بالجوون از 104 دهه به 33000 نفر میرسد و اکنون میبینید که مردم نوحیه بالجوون تا کدام اندازه به ورزش توجه دارند انفراساختار ورزشی نوحیه بالجوون چگونه است و مسابقه هایی که اینجا برگزار میشوند ما رو پیگیر باشید انفراساختار ورزشی نوحیه بالجوون در مرکز نوحیه در سطح عالی است در برابر ساخته با استفاده داده شدن کارخانه های دولتی و جمعیتی همچنین یک قطار انشاءات های ورزشی نیز با تعمیر زمانوی ساخته با استفاده داده شد مخصوصا بنیاد یافتن میدان مرکزی نوحیه بالجوون برای بازی فوتبال که دارای 6000 جای نشست می باشد میدان با سبزه طبیعی و جای نشست مخلصان با کرسی های نو و زمانوی مورد استفاده قرار داده شده است که گرد میدان همچنین راهرو مخصوص برای مشغولیت های ورزش سبک نیز مهیا گردیده است از همه مهم موقع جای گرفته میدان است که در یک کنار مرکز نوحیه و نزد دریا ساخته شده است طبیعت زیبای بالجوون با آن شهامت دیگر زم میکند با دستور سپوریش های ببوستهی راهبر دولت پیشوای معظم ملت
که دانویه بالجوان یک میدان ورزشگاهی مرکزی که ساخته با استفاده دادن ای برای جوانان نویه بالجوان یک توفایی بهترین برای جوانان بود که آنها مو امروز با آنامو خاطر آنامو مو حرکت میکنیم که با لیگ یکم یا لیگ اولی دبروریم با خاطر آنامی ورزشگاهی مرکزی توفایی ارزنده پیشوی مردم ملت. مؤسسه دولتی مکتب ورزشی نوحیه بالجوان با اون شرایطی که هست به قدر امکان فعالیت میکند. فعلا این مکتب رسما از روی 4 نمود ورزش فعالیت را برام مونده. شماره عمومی ورزشگران از 178 نفر عبارت است که این پیش روی فعالیت همگی 7 مربی میباشد. در اصل این امور کمترین شمار نسبت به دیگر نوحیه های تاجیکستان به حساب میرود. در نوحیه بالجوان که ورزشگرو از روی صبح کم جلب شدگی است که با خید گرفتگی در مؤسسه از صبح شماره اهالی می باشد. اهالی ما در نوحیه اهالی کمتر است. طبق امور قریب 34,000 اهالی می باشد که با همو خاطر شماره ورزشگران ما هم از صبح نمی کم بدن شماره اهالی که کم است. مو نقشه شوهرابنیو کردگیم با نقشه گرفتگیم که صبح بیمیم از دست رویان گروه ها را تعدادی گروه ها را زیاد کنیم مربی ها را زیاد کنیم با کار جلب کنیم راستی در سطح محل کار کردن بیاد مشکل است متخصص هم نمیرسند سوهای ورزش با نقشه گرفتگی هستیم که تعداد مربی و گروه ها را زیاد کنیم. مکتب ورزشی نوحیه چگونه گفتم از روی 4 نمود ورزش فعالیت را براه مونده است که اینها ششکه و شاهمات، گوشتین جدا، گوشتین ملی گوشتینگیری و تنیس روی میز می باشد که همه روزه مشق و تمرین های خود را برگزار میکنند. خوشبختانه تالار ورزشی گوشتین جدا از زمره آن تالارها به شمار می رود که در پی ساختن انشاءات های نو ورزشی افتتاح یافته است. داخل تالار خیلی برهوا و شرایط تمرین در درجه اولی است. تتامی های نو، جای نشست ها برای تماشابینان و حتی گذرانیدن مشغولیت های پگاهی روزی در فصل سرما خیلی مساعد است. اما شماره تمرینگران در دو بست همگی 35 نفر را تشکیل می دهد که در چنین شرایط این شمار خیلی کم ارزیابی می گردد. یا مربی است. در همین یا مربی همین دو نامی دو گروه پسنده است. هست ایجا بو نامودوی دیگر شنه بوکس در ایجا. هر اصول نفری ورزشگر میخواد که هر نامود را مشک کنند. یکی در همین ورزشگر نامود کشتین ترجیو دو 35 نفر این حال تمرین کرده سودان. نکی در نوحیه باجون وقتی که ورزشگران را ما نسل نورست و تربیه میکنیم مکتب میونه را تمام میکنند. اونها از اینجا میروند و دیگر نوحیه میروند. در مثال شهر دانشجو شده کار مثال میخونند. دستاوردها نیز در سمت گوشتین جدا نگران کننده است. اما در این جاده باز تکیه میکنیم به شماره کمی ورزشگران و نو تاسیس یافتن تالار ورزشی که همگی یک سال شد در شرایط خوب نورسان مشق و تمرین میکنند. در ناحیه جلدی برخی ما از نامد گوشتین ملی مسابقه رفتیم برامد کردیم. دستاورد چی؟ دستاورد جا نگرفتیم. در سال 2023 دست پروران مؤسسه دولتی مکتب ورزشی نوحیه بالجوان که در اون 28 عدد مدال رو تشکیل میدهد که از سطح منتخب ولایتی و جمهوری می باشد 5 عدد از سطح مسابقه های سطح جمهوری و 1 عدد از سطح مسابقه هایی که بین المللی دایر شد در جمهوری ازبکستان شهر اندیجان ورزشگر مو میرزودا سایچو جوی نمایان رو شغل نموده سازو رو جوی اول گردید مو میدال دیرو و
میوبندی 30. بله، مدالی طلایی سعید چو میرزازاده در مسابقه بین المللی شهر توشکان از نمود موایتای یگانه مدالی طلایی از مسابقه های بین المللی گردید که در سال 2023 نمایندگان مکتب ورزشی نوحیه بلجوان به دست آوردند. این است که رهبریت نوحیه و بخش کار با جوانان و ورزش در یکجایگی با مکتب ورزشی نوحیه مدالی طلایی سعید چو را در یک مراسم رسمی استقبال گرفتند و آن را همچون یک نمونه عبرت برای نسل نوراست به نمایش گذاشتند. بنیاد ورزشگری جوان ورزشگری خوب است که چمپیون شده گشت آمدند. با همون مونم باشد در مسابقه های سطح جمهوریوی اشتراک داشتند از همه نوحیه بلجوان. ما صاحب مدال ها شده گیم. در سال 2023 حرکت میکنیم که در سال 2024 با همه سطح مسابقه ها زیادتر شونده ما هم مدال ها زیادتر اکنیم. این است که بعد مدال طلای بین المللی هم اکنون در تالار ورزشی موایتای شماره ورزشگران روز تا روز می افزاید. در اول شماره کم ورزشگران را به قید گرفته بودند و اکنون توجه نورسان به این نوع ورزش زیادتر گردید. رفتیم. زالی که ما تاسیس کردگیم زالی موایتای نام دارد. فعالیتشون خوب است، هواسمند بسیار است. ما حرکت میکنیم در سطح بین‌المللی در مسابقه ها اشتراک کنیم، از سطح دل با اونها یاد میدهیم. و شماره نفرانه که شما مشق میده در چند بست است، چقدر است؟ از دو بست میباشد، از نیمی سحر 20 نفر، از نیمی بگاه 20 نفر. یکم دستاورت های خوب دارد؟ دستاورت های خوب داریم. در رеспوبلیکا جای یکم، جای دویم، جای سیوم اشغال کردیم. در مرکز نوحیه غیر ورزش های جودو و موایتای همچنین نوی ورزش تنیس روی میز نیز برام مونده شده است. هرچند حالا در این سمت دستاورد های نظررس نیست، بلکه توجه نورسان و جوانان زیاد است. شرایط تمرین نیز خیلی خوب ارزیابی می شود و تجهیزات های خاص تنیس روی میز نیز نو خریداری شده، تمرین تالار زمانوی است. موایتای، گوشتین جودو، تنیس روی میز و فعالیت میدان مرکزی این فقط 4 نهاده است که در مرکز نوحیه فعالیت دارند. اکنون می رویم به دهه های دوردست نوحیه که آنجا ورزش چی حال و احوال دارد. دهه چورباغ یکی از کلانترین دهه های حدود نوحیه بلجوان، افراد نامداری زیاده دارد این مکان. گوشتین ملی در اینجا از معروفترین نوهای ورزش است. آن در همین خل شرایط نورسان و جوانان همه روزه مشق و تمرین را در سمت گوشتین ملی براه موندن. یک تالاری که از جانب ساکنان محل و طریق حشر چند سال پیش ساخته شده است. مردم دهه چهارباغ نسبت به ورزش توجه زیاد دارند. در یک جایگی ما مجلس عمومی تشکیل نمودیم، مردم دهه را جمع آوری کرده از حساب مردم دهه چهارباغ، از حساب صاحب کاران دهه چهارباغ مبلغ جمع آوری شده. مردم دهه با نوبت در این مرکز ورزشی، در ساختمان مرکز ورزشی آمده دستگیری نموده کار فعالیت کردند و این بنا را با استفاده دادند. Thank you.
با قدری امکان تا حال از جانب مکتب ورزشی نوحیه و ساکنان محل نسبت تامین شرایط های لازمه کمک و دستگیری ها پیوسته میگردد تا همین تالار از فعالیت نماند. حتی از همین دهه با مسابقه های منطقوی و تا سطح ولایتی نیز اشتراک فعالانه میکنند و دستاورد های زیاد هم دارند. شاگردان ما در دو بست تربیه میکنیم. زیاده از 30 نفر با مشق فراکشته شدند. شاگردان ما در مسابقه های نوحیوی منطقوی و ولایتی سزاوار جایگاه نمایان گشتند. آخرین مسابقه منطقوی باید به نمونه گوشتینگیری در شهر کلا برگزار شد که شاگرد من محمد جان ذکرالله در وزن 85 کیلو چمپیون منطقه کلا گردید. یک دهه دوردست دیگر با نام اخبلاخ که در جماعت تاجیکستان نوحیه بلجوان جایگیر شده است، مردم دهه پشت کارهای صحرایی است. جوانان این دهه بسیارتر به فوتبال و گوشتین ملی توجه خاصه دارند. در میدان خاص دهه همه روزه رقابت های فوتبال میان مردم برپا میگردد. تالار ورزشی گوشتین ملی که در تهخانه یک بینای جایگیر است از دوست داشته ترین مکان نورسان دهه مذکور می باشد که در یک تالار خوردکک شماره زیاد تمرینگران را مشاهده کردن ممکن است. معلوم است که در سردی های دیوار این تهخانه خوردکک تمرین برای نورسان مشکل است، اما علاج دیگر نیست. محمد رحیم صابیروف با نقل طولی 5 سال بدون یگان معاش و مبلغ نورسان این دهه را درس گوشتین ملی میداد. بعد از سال گذشته مؤسسه دولتی مکتب ورزشی نوحیه خدمت های این مربی را به نظر گرفته، او را زیرتابع مؤسسه گردانید و دستگیری و شرایط های تمرین را اندک خوبتر کرد. تالار ما خیلی میده در دهه امی قدر امکانات ایوز داشته. در آینده اقدام گرفته اگر که باید مدت تالار خوب کنم، تالار بر هوا. زیاده از 50 نفر هستن در سه بسته. این بسته ما بسته سحر است. ساعت 8 تا 10 را تمرین میتیم شاگردو را. با بسته ساعت 3 تا 5 داریم. با کلانسولو داریم. اوش تا ساعت 7 ای 5. ای 5 تا 7 هماکنون با پیشنهاد مکتب ورزشی و دستگیری صاحبکاران دهه اخبلاخ در نزدیک مکتب دهه بینای کلان افتتاح می‌یابد که یک قسم این مکان برای مشغولیت های ورزشی علال خصوص تالار ورزشی گوشتین ملی گوشتینگیری بخشیده می‌شود. این جمع آن نهادهای ورزشی بود که در ناحیه بلجوان فعالیت میکند. در واقع فعالیت شماره کمی نوهای ورزش در این ناحیه نگران کننده است، اما ادامه ساختمان های بناهای ورزشی خوشبین کننده می نماید که بلجوان در حال رشد را آینده زیباتر و پیشرفته تر نشان خواهد داد. Thank you.